شماری از شهروندان کشور در کابل در برابر تصمیم ایالات متحده آمریکا درباره انتقال بخشی از پولهای منجمد شده افغانستان به یک بانک سوئیسی دست به اعتراض زدند. معترضان از ایالات متحده آمریکا می‌خواهند که دارایی‌های افغانستان را بی قید و شرط آزاد بسازد. 9 میلیارد دلار افغانستان را و آمریکا قید کرده است. مردم افغانستان رو به بیچاره‌گیری و فقر و سر حساب است. می خواهیم که امو آزاد شود. آخر می آخر باید پیسه ما را اعلام کنه. از ما وضعیت اقتصادی ما خراب است. پیسه کال به درد ما نخوره. و چه وقت به درد ما میخوره؟ اعتراض کنندگان همچنان سربازان آمریکایی و بریتانیایی را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم می سازند و خواهان به دادگاه کشانیدن آنان از سوی دادگاه کیفری بین المللی جرم های جهانی شدند. ملل متحد نه موږ دا غواړو چې د برتانیا او انګلستان پوځي افسران دي محاکمې ته راکش سي چې څو عدالت په ځای سي ځکه چې دوی ډېر ظلمونه کړي دي. امریکا، انګلستان، ناټو دوی قتلونه کړي، قتل عام یې وکړ، ټول خلک یې ووژل، کورونه یې بمبارد کړل. وزارت مالیه ایالات متحده با هماهنگی شرکای بین‌المللی‌اش از جمله دولت سوئیس صندوق را برای حفاظت از دارایی‌های افغانستان ایجاد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که این صندوق به کاهش مشکلات اقتصادی افغانستان کمک می‌کند و از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان محافظت می‌شود. اما حکومت سرپرست میگوید که این پول حق مردم افغانستان است و ایالات متحده آمریکا باید این پول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. هر حق فرد، موسسه و یا شرکت چه در افغانستان مرکزی بانک در اسعار و زیر مسخه در بشری مرست و پپلمه او نور و مواردی که ناسم استفاده وکړي په افغانستان که به در فعالیتونو مخه ونیول شي. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را در 13 بانک بسته کرده اند.